60% مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های داروسازی در ایران از خارج میاد. خب وقتی که این 60% مواد اولیه مورد تحریم قرار میگیرن، نه خود دارو، شما میتونید امروز هر چقدر دلتون میخواد تایلنال، آسپرین و تمام دواها را بخرید و بفرستید. ولی ما در اینجا صحبت از 60% مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های داروسازی میکنیم. 30% داروهایی که اکثرا مربوط به بیماری های سخت و صعب العلاج هستن از خارج میاد. و اینا وقتی که تحریم میشن مواد اولیهشون، این بزرگترین صدمه رو به کی میزنه؟ به مردم ایران. اقشار مختلف مردم ایران امروز در واقع قربانیان واقعی این تحریم ها شدن. در صورتی که شما میدونید که این تحریم ها را اگر شما از دولت مردان آمریکایی، از آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بپرسید که آقا شما چرا این تحریم رو اعمال میکنید، میگه ما این تحریم رو اعمال میکنیم تا به جمهوری اسلامی بگیم که از حرکت های خوش در ارتباط با ساختن غنی‌سازی و سلاح هسته‌ای دست برداره. بله. در صورتی که اصلا ارتباطی با این ما نمیبینیم. البته شما اگر توجه کنید این فقط در مورد ایران نیست. شما از زمانی که تحریم ها، پدیده تحریم در تاریخ به وجود آمد، سال چند سال قبل از جنگ جهانی اول بود، ولی در جنگ جهانی اول این جریان تحریم ها اومد. بله. به عنوان یه پدیده دیگه حضور پیدا کرده، ما میدونیم و دیدیم که از اون زمان تا کنون این تحریم ها هیچ وقت کار نکردن، حتی به هدف اون دولت هایی که میخواستن میگفتن به مردم ما این تحریم رو بکنیم به این هدف برسیم، حتی به اون هدف نامقدس و غیر مقدس و ضد مقدس خودشون نمیرسیدن. تنها تحریمی که من یادمه در این 50 سال گذشته کار کرده، تحریم بود که کارگران جهان، واقعا دانشجویان، مردم جهان علیه دولت آپارتاید به پا کردن. بله. در تمام این بنادر آمریکایی کارگران به هیچ وجه کالاهایی که کمپانی های فراملی آمریکایی می فرستادن به کشور آفریقای جنوبی، اینا اونا رو عملا بویکوت کردن، حاضر نشدن بفرستن. من. این کارگران در بنادر، در بنادر مخصوصا ایالت بزرگ کالیفرنیا. بله. این تا اونجایی که ما اطلاع داریم باعث شد که دولت آپارتاید با سرنگونی روبرو میشه، یعنی سرنگون بشه، یه دولتی بیاد که علارغم انتقاداتی ما از این دولت هنوزم داریم، ولی این دولتی که دولت مردم آفریقای جنوبیه با تمام اشکالاتش دیگه، دولت سفید پوستان و اروپایی در آفریقای جنوبی نیست. بله. یک دولت غیر آپارتاید، ضد آپارتاید اومد. بقیه میرز اون، من تا کنون از کسی نشنیدم بگن که یک دولتی علیه یک کشور دیگر تحریم کرد و این تحریم ها به پیروزی رسید. بله. همیشه این تحریم ها به ضرر مردم اون کشور ها بوده. دیدیم که مثلا تحریم ده سال تحریم علیه صدام حسین کوچکترین صدمه به صدام حسین نرسوند. 1,000,000 یا بعضی ها میگن حتی کمتر از اون، بعضی ها میگن بیشتر از اون کودک قربانی این تحریم ها شدن. بله. در کشور عراق. بله. حالا بهترین افرادی که تحقیق و اینا کردن میگن که بین 500,000 و نزدیک به 1,000,000. بله. بعضی ها میگن بالای 1,000,000، بعضی ها میگن پایین، ولی این تحقیق شده که اقلن
حداقل حداقل نیم میلیون کودک عراقی قربانی تحریم‌های آمریکا علیه کشور عراق در زمان صدام حسین شدن، ولی صدام حسین سرنگون نشد، کودکان از بین رفتن. فابریک جامعه، تارپود جامعه اونقدر برهم شد و با نابودی روبرو شد که وقتی که آمریکا حمله نظامی رو کرد، ما امروز عواقبش رو در کشور عراق می‌بینیم که کشور عراق به عنوان یک کشور به اسم منسجم و متحد عمل نمی‌کنه. عملاً به سه کشور کاملاً مجزا از هم جدا شده. هر تک اون کشور هم دارای با وسیع‌ترین جنگ‌های داخلی در داخل خودشون روبرو شده. بله. پس در نتیجه خب البته من چون علاقه دارم راجع به تحریم‌ها بیشتر مطالعه بکنم، خب من در مورد ایران تاریخ تحریم‌ها را که مطالعه کردم دیدم عجیبه. در کشور ایران تحریم علیه کشور ایران سابقهش حالا بالای 110 ساله، یعنی حتی قبل از جنگ جهانی اول که پدیده تحریم بین المللی شد در سال 1908 میلادی، یعنی دقیقا چند ماه بعد از به تو بستن مجلس شورای ملی ایران، مجلس اول توسط محمد علی شاه. وقتی که این مجلس بمباران شد با فتوای شیخ فضل الله نوری، با حمایت بی قید و شرط شاپشال و لیاخوف، نمایندگان تزارهای روسیه که در داخل ایران در تهران حامی محمد علی شاه قاجار بودن، وقتی که این مجلس بمباران شد، قبل از اینکه مدرسه بمباران بشه، حتی ماها قبل، انجمن ملی تبریز 1906-1907 بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت، افتتاح مدرسه اول، تمام فعالین درون انجمن ملی تبریز من جمله حیدر مولی خان و صدر خان و اینا که بعدن بخشی از اینها، یعنی حیدر مولی و دیگر فعالین و اون زمان مرکز غیبی بفتید، اینا اومدن یک نظریه مطرح کردن در انجمن ملی تبریز، گفتن که اگر مجلس شورای ملی ایران در تهران مورد تهاجم قرار بگیره، اونا تصور نمی کردن که حتی بمباران بشه، مورد تهاجم قرار بگیره، انجمن ملی تبریز نقش مجلس رو بازی خواهد کرد. یعنی انجمن ملی تبریز خواهد شد در واقع مجلس شورای ملی ایران. بله. اینو احمد کسروی هم در تاریخ 18 ساله آذربایجان و هم در تاریخ مشروطه ایران به طور مفصل شرح داده. بله. خب وقتی که این مدرسه بمباران شد، روز بعدش، نه دو ماه بعد، بعدش وقتی که مردم تلگراف زدن، همون روز مردم به تلگراف زدن به تبریز که مدرسه بمباران شد، ولی که اگر اون تلگرافی نبود، اینترنت هم که نبود و تلویزیون هم که نبود و رادیو هم نبود و تلفن نبود، سه ماه چهار ماه طول می‌کشید. بله. این خبر به تبریز برسه، ولی تلگراف بود، مردم از تلگراف استفاده کردند و همون روز همون عصر به تبریزیان گفتن که بله، مجلس بمباران شد. همون روز بعدش در ایران، در تبریز،
انجمن ملی تبریز نقش مجلس ملی رو به دست گرفت که بعد از اون تمام مشروط طلبان که از بمباران نجات پیدا کرده بودند، نمایندگان مجلس، طرفدارانشون، شاعران، نویسندگان سور اسرافیل و دیگر روزنامه‌های معروف اون زمان که فرار کرده بودند از دست این بمباران و قتل عام باغشاه، اینا همه فرار کردن به تبریز و در کنار مشروط طلبان تبریز با مبارزه برخاستن. بله. در همین زمان، یعنی سال 1908، ما میبینیم که روسا اومدن تبریز رو محاصره کردن که انجمن ملی رو نابود بکنن. بعدی که محاصره کردن، ما این محاصره تحریم بود دیگه، محاصره اقتصادی حتی کردن، یعنی نمیذاشتن غذا از بیرون بیاد داخل تبریز. شما توجه کنید اون زمان کشور ایران مخصوصا ایالت‌های بسیار بسیار توسعه یافته اون زمان ایران مثل آذربایجان، اینها عموماً شهرهاشون 100% وابسته به روستاها بودن، غذا از روستاها می اومد. یعنی مواد غذایی شهرهای آذربایجان اون زمان ایران به طور کلی، ولی آذربایجان به طور مشخص، از روستاها می اومد. یعنی دهقانان بودن که گندم رو تولید می کردن، آرد و گندم و غلات دیگر رو تولید می کردن. در اون وقت شهرها اینا به مواد غذایی تبدیل می شد. بلکه روسا شهر تبریز رو محاصره اقتصادی کردن که به خاطر به اصطلاح کمبود غذا، دارو و غیره، مردم تبریز و انجمن ملی تبریز حاضر بشن قبول بکنن و روس‌ها وارد داخل آذربایجان میشه. مردم آذربایجان، مردم تبریز شدیداً مقاومت کرد. بله. و بعدن کسروی میگی که من وقتی که اومدم بیرون و دیدیم که ما پیروز شدیم و اینا، مردم تو کوچه و بازار میگفتن بیز یونزای یپ مشروطه آلموشو. بله. ما یونزه خوردیم مشروطه گرفتیم. بله. و چیز نکردن. یعنی چرا؟ به خاطر اینکه مردم وقتی که از اون دولتی که مورد تحریم قرار میگیره، در اینجا دولت کی بود؟ دولت انجمن ملی تبریز بود. بله. که شده بود مجلس شورای ملی ایران. دقیقا اگر اشتباه نکنم فریدون آدمیت میگه 8 ماه بود. بله. در این 8 ماه اون مجلس دیگه در تهران که نبود، اون بمباران شده بود، نمایندگانشون اعدام شده بودن، فرار کرده بودن و دستگیر شده بودن. بله. و یه عده‌ای که فرار کرده بودن اومده بودن به تبریز. وقتی که مردم از اون دولت، یعنی همون مجلس ملی، از انجمن ملی تبریز دفاع کردن، دیدیم که این تحریم به هیچ وجه کارایی نداشت، به ضرر مردم ایران تمام نشد. بله. به افتخارات بزرگ مردم ایران تبدیل شد، به خاطر اینکه با اون پیروزی در محله امیرخیزی تبریز تحت رهبری ستارخان، ما دیدیم که جنبش فتح تهران شروع شد. بله. و بعد از 9 ماه تهران تسخیر شد توسط مشروط طلبان، محمد علی شاه معزول شد، عزل شد و تبعید شد به روسیه تزاری اون زمان، و شیخ فضل الله نوری هم اعدام شد که فتوا داده بود علیه بمباران، در واقع فتوا داده بود به نفع بمباران مجلس شورای ملی ایران. بله. خب این در تاریخ ایران تاریخش بیشتر از اونی که در امور بین‌المللی می‌خونیم که پدیده تحریم و
در جنگ جهانی اول که 1914 شروع شد تا 1918 ادامه داشت به وجود آمد. ما میبینیم که نمونه های بودن حتما در کشور مصر و در کشورهای دیگه هم بودن این نوع تحریم ها. من زیاد اطلاعی ندارم، من اطلاعاتم بیشتر راجع به این تحریمی که در انقلاب مشروطیت اتفاق افتاد. بعدن هم در تاریخ دیدیم وقتی که دکتر محمد مصدق نفت و ملی کرد، دولت انگلستان تحریم کرد، گفت که هر کس این نفت رو بخره یک کالای دزدیده شده خریده. ما میتونیم در دادگاه های بین‌المللی این افراد رو که از ایران نفت خریدند محاکمه بکنیم. حتی یک نفر ایتالیایی رو، کاپیتان کشتی ایتالیایی رو بعد از اینکه دستگیر کردن در قبرس که اون زمان مستعمره انگلستان بود، اونجا محاکمه کردن که تو از میخواستی بری از کشور ایران stolen property بخری، یعنی نفس دزدی، کالای دزدیده شده. ولی مردم در مقابل این تحریم چیکار کردن؟ در مردم اومدن و بزرگترین واقعا افتخار رو برای مردم ایران آوردن، که برای خودشون آوردن، یعنی حق تعیین سرنوشت ملی کردن. بله. اومدن قرضه ملی خریدن. ما اطلاعی نداریم که زمانی که دولت انگلستان نه تنها تحریم کرد بلکه محاصره اقتصادی کرد ایرانو در اون 17 ماه، زمانی که دیگه مسئله ملی شدن صنعت نفت کاملا جا افتاد و انگلیسی‌ها از آبادان رفتن. بله.